گاهی به یک فضای جدید وارد میشین یا در جمعی از غریبه ها برای اولین بار میشینید و به یک بار احساس خفگی و نوعی سنگینی تمام وجودتون رو در بر میگیره و به شکلی کلافه میشین که مجبور میشین با سرعت محیط رو ترک کنید. گاهی این احساس در اولین برخورد با یک آدم جدید هم به شما دست میده. ممکنه خیلی به دلیل اون فکر کرده باشین یا به راحتی از کنار این اتفاق متافیزیکی عبور کرده باشید. اما عده‌ای از اساتید معنوی معتقدند که این اتفاقات و موارد مشابه دلیل معنوی مشخصی داره. اونها بر این باورند که چیزی به شکل یک حاله از جنس انرژی به دور بدن تمام انسان‌ها وجود داره. همین حاله ی افراد بیگانه است که گاهی میتونه شما رو کلافه کنه یا از اون محیط خاص دور کنه. اما اصلاً حاله ی انرژی چیه؟ از چه جنسه و چطور میشه اون رو درک کرد؟ آیا تا به حال چنین اتفاقاتی برای شما افتاده؟ آیا این حاله واقعاً وجود داره یا تنها ساخته ی خیالات برخی از انسانهای عرفانیه؟ کانال قار یک جستجوی معنویه. جستجوی به دنیای درون، به دنیای قلب و به جهان معنا. در اینجا ما به کمک تحقیقاتمون سعی می‌کنیم از مسائلی پرده برداریم که قبل از این برای خیلی از ما سخت و غیر قابل حل بوده. برای دنبال کردن ما کافیه کانال قار رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید. به خطوط میدان مغناطیسی اطراف آهنربا دقت کردین؟ باورمندان به وجود حاله معتقدند که بدن هر موجود زنده چنین میدان مغناطیسی را در اطراف خودش ایجاد می‌کنه. اونها باور دارند که این میدان‌ها رنگ‌های مشخص و قطر ثابتی ندارن، بلکه کیفیت اونها مدام در حال تغییره در انسان‌های مختلف و حالات روحی متفاوت. طبق باور برخی از اساتید معنوی، شناخت حاله ها میتونه کلیدی برای درک وضعیت روحی و حتی جسمی افراد در زمان حال باشه. اما حاله یا آورا به چه معنیه و تاریخچه دیدن اونها به چه زمانی برمیگرده؟ آورا کلمه لاتین به معنای باد، نسیم ملایم و تنفسه. در دنیای مدرن اولین بار این کلمه رو چارلز وبستر لیدبیتر در این معنای خاص استفاده کرد. او کشیش سابق و عضو انجمن تئوسوفی در انگلستان بود. وبستر تعالیم مکتب تئوسوفی رو در هندوستان فرا گرفته بود و مدعی بود که با سالها تلاش انجام تحقیقات علمی به قدرت روشنبینی رسیده. با این حال بسیاری از منتقدان کارهای چارلز رو در این زمینه بی‌اعتبار می‌دونن، چرا که معتقدند که او افکار و باورهای شخصی خودش رو هم به عنوان تئوسوفی و تعالیم باستانی به پیروانش منتقل کرده. اما آیا حاله ها از ابداعات او یا مکتب تئوسوفی هستند؟ جواب منفیه. باید گفت که انرژی حاله یا همون میدان مغناطیسی بدن افراد چیز جدیدی نیست و هزاران ساله که با نامهای مختلف در دنیای باستان مورد مطالعه قرار می گرفت. نام‌هایی مثل انرژی چی در چین باستان، پرانا در هند، کی در ژاپن، آکاشا در ادیان باستانی هندو و حتی آتش جاودان در آیین زرتشت. اما حاله‌ها چه خصوصیتی دارن و دانش درباره اونها چه کمکی به ما می‌کنه؟ گفته میشه حاله‌ها به عنوان یک میدان انرژی لطیف که پیرامون هر انسان وجود داره، گاهی ما رو از اتفاقات باخبر می‌کنن. گاهی انرژی افراد ناسازگار رو دریافت میکنن و گاهی میتونن سلامتی روحی و جسمی ما رو در لحظه منعکس کنن. اساتید معنوی معتقدند که انرژی که توسط حاله های ما دریافت میشه همون علتیه که ما گاهی بیدلیل احساس خطر میکنیم یا قصد انجام کاری رو پیدا میکنیم. حاله ها رنگ های مختلفی دارن. در واقع میزان ارتعاش اونها در لحظه باعث میشه به رنگ‌های مختلفی دیده بشن. اشخاصی که ادعای دیدن حاله‌ها رو دارن معتقدند که رنگ و کیفیت حاله‌های افراد در زمان شادی و رضایت درونی با زمان ناراحتی، غم و حسادت بسیار متفاوته. به طور کلی رنگ‌های روشن‌تر و براق‌تر نشانگر انرژی مثبت یا خالص هستن.
هرچه رنگ‌ها واضح‌تر یا درخشان‌تر باشن، شخص دارنده اونها دارای صفات مثبت‌تریه و هرچه این رنگ‌ها تیره‌تر باشن، معناش اینه که فرد در شرایط روحی خوبی قرار نداره و به قول معروف انرژی منفی صادر می‌کنه. اونها معتقدند که حاله انرژی انسان یک میدان تخم مرغ شکله که به فاصله حدوداً 20 سانتی متری از بدن اون وجود داره. طالبین ها بر این باورند که هر انسان میتونه با کمی تلاش و تمرین موفق به دیدن این حاله ها بشه. همچنین بر اساس مشاهدات این نظریه مطرح شده که انسان های باستانی توانایی دیدن این حاله ها رو داشتن. نقاشی های در غارهای مختلف در ایتالیا و آمریکای جنوبی پیدا شده که در اون انسان های با حاله های دور سرشون به تصویر کشیده شدن. با این حال برخی از پژوهشگران این تصاویر رو اشکالی از موجودات فرازمینی میدونن، اما اساتید معنوی همچنان باور دارند که این تصاویر همون حاله های انرژیه و دلیل اینکه امروزه انسان ها توانایی سابق رو در دیدن اونها ندارن، تغییر در سبک زندگی، خوراک و فعالیت هاشونه که باعث شده توانایی های معنویشون به آرامی ضعیف بشه یا از دست بره. اما آیا این حاله ها تنها مربوط به انسان ها و موجودات زنده هستن؟ طالبین ها معتقدند که اینطور نیست، بلکه اجسام و موجودات دیگه هم در اطراف خودشون حاله های ضعیفی رو دارن. اگه تا به حال تأثیر یک فرد مثبت در یک جمع رو حس کردید، اساتید معنوی معتقدند که در این لحظه شما اثر حاله ها رو درک کردید. اگه با تفکر زیاد به یک موضوع ارتعاش مشابهی رو دریافت کردید یا اون اتفاق براتون رخ داده، اساتید معنوی معتقدند که شما اثر حاله ها رو درک کردید. گرچه که حاله ها و اثرات اونها از زمان باستان تا به حال و آیین های مختلف علوم و حتی نزد افرادی مثل فرانس مسمر همواره مورد تاکید قرار گرفته، اما هنوز علم موفق به اثبات یا آشکارسازی اونها نشده. دانشمندان زیادی معتقدند که حاله ها توسط روش های علمی قابل آشکارسازی نیستند و عده‌ای هم حاله ها رو شبه علم می دونن. حتی باید اشاره کرد که در برخی از برنامه های تلویزیونی افرادی که ادعای حاله بینی داشتند در آزمایشاتی به خطا افتادند و این موضوع دلیل دیگه‌ای بود که وجود حاله ها از سوی عموم با دیده تردید نگاه بشن. اما آیا واقعا این طوره؟ شاید نشه با قاطعیت به این پرسش پاسخ داد، اما میتونیم از شواهد موجود و با مطالعه سرچشمه حقیقی اون، یعنی آیین‌ها و عرفان‌های باستانی، حقایق بسیاری رو آشکار کنیم. شاید عرفان عصر جدید و جنبش‌های معنوی امروزی در تفکراتشون دچار تعصب یا زیاده روی هستن، اما برای بررسی چنین دانشی نباید عجولانه تصمیم گرفت. حتی با یک سرچ ساده افرادی رو میشه پیدا کرد که به واسطه باور به حاله ها و افراط در این باور اعتقاد خودشون رو به پزشکی مدرن از دست داده و به انرژی درمانی روی آوردن که تصمیمی بسیار خطرناک و دور از منطقه. اما ما در کانال قار تلاش میکنیم فارغ از هر گونه تعصب و زیاده روی، تنها با بررسی شواهد و دانش‌های مختلف هر موضوع رو بررسی کنیم و در دام‌های مختلف ناآگاهی گرفتار نشیم. توی این ویدیو موضوع حاله‌های انرژی در انسان‌ها رو بررسی کردیم و دیدیم که طبق دانش‌های باستانی این حاله‌ها میتونن حالت‌های روحی، درونیات و در مواردی ارتعاش کلی انسان‌ها رو در لحظه نشون بدن. همچنین دیدیم که باور افراطی و دوگم به اونها میتونه انسانها رو به گرفتن تصمیمات بی منطق و مشکلات زیادی هدایت کنه.